اما بریم سراغ سوالای مجموعه زیر مجموعه. میگه تعداد زیر مجموعه آر عضوی از یک مجموعه ان عضوی برابر است با انتخاب آر از ان. خیلی معلومه نه؟ خودت هم میتونی تشخیص بدی دیگه. فرض کن ما یه مجموعه داریم مثلا 10 تا عضو داره. قرار به اینه که 3 تاشون رو انتخاب کنیم. چی می‌نویسی تو؟ 3 از 10. حالا یه مجموعه داریم ان تا عضو داره. ما آر تاشون رو می‌خوایم. چی بنویسیم؟ آر از ان. پس این چیزی که من اینجا دارم می‌نویسم، نوشتم انتخاب آر از ان، چیز عجیبی نیست، چیز جدیدی نیست. میگه تعداد کل زیرمجموعه برابر است با 2 به توان ان. اول لبیرستان یاد گرفتی، اینو داشته باش جلوتر الان میبینی علتش چیه که چرا شده 2 به توان ان. پس تعداد زیرمجموعه آر از ان، کل زیرمجموعه ها 2 به توان ان. بریم سراغ سوالش. اولین سوال رو دقت کنید بچه ها. گفته از مجموعه اعداد طبیعی یک رقمی چند زیر مجموعه می توان ساخت به طوری که الف هیچ شرطی نباشه. بچه ها این سوال 3 قسمت داره. من هر کدوم رو با 2 روش حل می کنم که هم مفهومش رو ببینی و هم نکتهش رو کاملا متوجه بشی. خب اعداد طبیعی یک رقمی چیان؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. اینا، این 9 تا رو ما داریم، این 9 تا عدد. خب بچه ها ببینید، روش اول این عدد 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9، 9 تا جایگاه داریم. یه چیز ازت میپرسم، حتما میپذیری از من، قبول داری هر کدوم این اعدادمون میتوانند توی زیر مجموعه باشن، میتوانند نباشن؟ هر کدوم چند حالت دارن؟ 2 حالت. پس چی شد؟ الان 1 میتونه تو اون زیر مجموعه‌ای که من تو ذهنم دارم باشه یا نباشه، 2 میتونه باشه یا نباشه، 3 میتونه باشه یا نباشه. هر کدومشون میتونن باشن، میتونن نباشن. یعنی هر کدومشون چند حالت دارن؟ 2 حالت. پس همشون 2 حالتی هن. 9 میتونه باشه، میتونه نباشه، 8 میتونه باشه، میتونه نباشه و الی آخر. خب همه اینا رو تو هم ضرب کنی میشه 2 به توان 9، یعنی 512. حالا بهت گفتم، بهت میفهمونم اون فرمول 2 به توان n از کجا آمده. مگه اینا 9 تا نبودن؟ شد 2 به توان 9. پس میبینی اون 2 به توان n از کجا آمده؟ n تا عدد داری؟ هر کدومشون میتونن باشن، میتونن نباشن، میتونن باشن، میتونن نباشن. پس هر کدوم 2 حالت دارن. وقتی تو هم ضرب میشن میشه 2 به توان n. پس فرمول 2 به توان n از اینجا آمده. حالا روش دوم چی میگه؟ آقا مگه نگفته هیچ شرطی نباشد؟ قبول کن از من، وقتی میگه هیچ شرطی نباشد یعنی کل زیر مجموعه های تو. کل زیر مجموعه رو فرمول یاد گرفتیم، هست 2 به توان n 2 به توان 9 که برابر میشه با 512. اما قسمت ب چی گفته؟ گفته اعداد اول در زیر مجموعه باشن. باز با روش اول حلش کنیم. این ارقام ما، این 9 تا جایگاهمون. گفته اعداد اول در زیر مجموعه باشن. اول به تشخیص بدیم مثلا عدد اول چیان. عدد اول 2, 3, 5, 7. این 2, 3, 5 و 7. ما تو این روش چی گفتیم؟ گفتیم هر کدوم از اعدادمون میتونن باشن، میتونن نباشن، پس 2 حالت دارن. وقتی که اینجا گفته اعداد اول تو زیر مجموعه باشن، یعنی الان این عدد 2 حتما تو زیر مجموعه من هست. وقتی که حتما تو زیر مجموعه من هست، یعنی الان این چند حالت داره؟ یه حالت هست. ما چرا می نوشیم 2 حالت؟ چون قرار به این بود که یا باشن یا نباشن، 2 حالت داشتن. اما اینجا این حتما هست، پس بنابراین فقط یه حالت داره. 3 هم همینطور حتما هست یه حالت، 5 هم حتما هست یه حالت و 7 هم حتما هست یه حالت. اما بقیهشون چی؟ راجع به بقیهشون حرفی نزده. بقیهشون میتونن باشن، میتونن نباشن. یعنی بقیه همشون 2 حالت دارن. چند تا 2 داره تو هم دیگه ضرب میشه؟ 5 تا میشه 2 تا 5 میشه 32. این مفهومیش. حالا روش دوم نکته ای، من بهت اینجوری میگم، میگم تو اینجور سوالا اون اعدادی که تکلیفشون معلومه، چه هستن چه نیستن، چه عضو زیر مجموعه باید باشن، چه عضو زیر مجموعه نیازی نیست باشن، اونایی که تکلیفشون معلومه رو بذار کنار، ببین چند تا میمونه برات، بعد ببین با اونا چند تا میتونی زیر مجموعه بنویسی.
من الان توی این سوال تکلیف 2 و 3 و 5 و 7 معلومه، یعنی از اون 9 تا 4 تاشو باید بذارم کنار. چند تا برام میمونه؟ 5 تا. با 5 تا چند تا زیر مجموعه میتونم برسم؟ 2 به توان 5 میشه 32. پس نکتهشو یاد گرفتی؟ اعضایی که تکلیفشون معلومه رو بذار کنار، ببین با بقیهشون چند تا میتونی بنویسی. خب شد 2 و 5. جیم رو نگاه کن، گفته رقم 2 موجود و رقم 3 و 5 موجود نباشد. آقا این ارقام ما، باز روش اول 9 تا جایگاه رو میکشیم. با چیا کار داریم؟ با 2 کار داریم، 3 کار داریم، 5 کار داریم. آقا 2 قراره که حتما باشه، یعنی چند حالت داره؟ یه حالت. آقا 3 قراره نباشه بنده خدا، باز مهم نیست، باز یه حالت داره، نیست. اون 2 حالت رو یه بار دیگه میگم، اون 2 حالت از کجا میومد؟ یا عضو بودن یا عضو نبودن، یعنی میتونستن باشن میتونستن نباشن، پس 2 حالت داشتن. اما اینها وقتی 3 قرار نباشه حتما یه حالت داره، 5 قرار نباشه باز یه حالت داره. بقیهشون چی؟ بقیهشون ما روشون حرفی نداریم. الان 1 میتونه باشه میتونه نباشه، 4 میتونه باشه میتونه نباشه، یعنی بقیه همه 2 حالتن، یعنی اینا تو هم دیگه ضرب میشن و برابر میشه با 2 به توان 6 یا همون 64. روش دوم چی میگفت؟ روش دوم میومد به من این رو میگفت، میگفت اونهایی که تکلیفشون معلومه رو بذار کنار. تکلیف کیا معلومه؟ 2 معلومه 3 معلومه 5 معلومه. اینا رو بذاریم کنار، 6 تا برامون میمونه. بچه‌ها این 6 تا باشون چند تا زیر مجموعه میشه نوشت؟ 2 به توان 6 که برابر میشه با چند؟ 64.